از مرداد ماه تا حالا که اوایل دی ماه 1357 این سومین نخست وزیریه که به کاخ می اومد. شریف امامی، ازهاری و حالا بختیار. دو تا نخست وزیر قبلی یعنی شریف امامی و ازهاری هیچ کدوم از پس مهار کردن جریان انقلاب بر نیامده بودند. حتی دولت ازهاری، دولت نظامی که میخواست با زور توپ و تفنگ ایران را آروم کنه. دولتی که دست آخر با سکته قلبی ازهاری اعلام ناتوانی و استعفا کرد. نمیدونم چی کار کنم. واقعا نمیدونم چی کار کنم که خون ریزی نشه. اون روز وقتی بختیار از ملاقات با شاه برگشت، پاتریک پسر فرانسویش به تهران تلفن زده بود تا درباره تعطیلات کریسمس با پدرش صحبت کنه. بعد از چند دقیقه معطلی پدر بالاخره گوشی رو برداشته بود و به فرانسه و با لحنی جدی گفته بود که نخست وزیر ایران شده. نخست وزیری که حالا همه خبرگزاری ها داشتن تلاش میکردن بیوگرافیش رو پیدا کنن و اونو به مردم معرفی کنن. شاپور خان بختیار، زاده ایل بختیاری، تحصیل کرده در بیروت، دارای دکترای علوم سیاسی از سوربن، پسر سردار فاتح، نوه دختری سمسام السلطنه، خاله‌زاده رضا قطبی، کسی که در جنگ‌های آزادی بخش اسپانیا علیه فرانکو جنگیده، کسی که در جنگ جهانی دوم در فرانسه علیه هیتلر مبارزه کرده و در دوران مصدق معاون وزیر بوده، نخست وزیر ایران شد. اینا رو خبرگزاری‌هایی می‌گفتن که می‌خواستن به هوادارهای سلطنت امیدی بدن. این امید که بالاخره با نخست وزیری بختیار همه چیز باز به حالت قبل برمی‌گرده. مخصوصاً اینکه روی سوابق بختیار در جبهه ملی تاکید می‌کردند تا نشون بدن در صف مخالفین شاه و مخصوصاً اعضای جبهه ملی دو دستگی وجود داره. چون جبهه ملی اعلام کرده بود که از روحانیت تبعیت می‌کنه. تصمیمی که بختیار از مخالفین سرسختش بود. اما هنوز یه روز از اعلام نخست وزیری بختیار نگذشته بود که رهبر جبهه ملی اعلامیه‌ای منتشر کرد و با تقبیح عمل بختیار اونو از عضویت در جبهه ملی برکنار کرد. این برای کسی که خودش زمانی از یاران مصدق و از فعالان جبهه ملی بود خیلی سخت بود. بختیار در زمان مصدق معاون وزیر کار بود. بعد از کودتا 3 سالی زندان کشیده بود و بعد از آزاد شدن به عنوان یکی از اعضای اصلی و فعال جبهه ملی فعالیت کرده بود و سال 41 دستگیر شده بود و زندان رفته بود. حالا همون دوستان قدیمی اونو از عضویت در جبهه ملی برکنار کردند. این اولین ضربه‌ای بود که بختیار از دوستای نزدیکش خورد. دوستایی که انتظار داشت به کمکش بیان و حداقل اعضای کابینش رو تشکیل بدن. این تازه شروع ماجرا بود. در نوفلوشاتو وقتی خبرنگارا از امام درباره دولت بختیار پرسیدند، امام دولت بختیار رو غیر قانونی و دولت خائن دونست و از مردم خواست که با تظاهرات مخالفت خودشون رو اعلام کنن. از فردای اون روز مردم جز شاه علیه بختیارم شعار می‌دادن. اما بختیار تصمیمش رو گرفته بود. توی اولین مصاحبه مطبوعاتیش اعلام کرد که مرغ طوفانه. امروز شاهد یک آشفتگی عظیم و گسترده‌ای در ایران عزیزمان هستیم. من مرغ طوفانم، نه اندیشم ز طوفان. موجم، نه اون موجی که از دریا گریزد. 16 دی ماه بختیار کابینش رو معرفی کرد. کابینه‌ای که بیشترشون افراد ناشناخته‌ای بودند که توی هیچ دولتی وزیر نبودند. بختیار اعلام کرد که سنت زمان مصدق رو که نخست وزیر از مجلس رأی اعتماد می‌گرفت و احیا می‌کنه. اما این تصمیم به بختیار هم نظر مخالفان رو جلب نکرد. کم کم سرمای زمستون خودشو داشت نشون می‌داد.
کارکنان شرکت نفت هم دو سه ماهی بود که اعتصاب کرده بودند. برای همین صف‌های طولانی نفت و حتی آذوقه همه جا دیده می‌شد. مردم برای تهیه نفت، بنزین و مایحتاج مورد نیازشون به سختی افتاده بودند. بختیار هم همینو می‌خواست. می‌خواست با فشار به مردم نشون بده که این وضع نتیجه‌اش همینه. می‌خواست مردم رو با فشار اقتصادی عقب بزنه. اما باز اونجوری که بختیار می‌خواست نشد. شورایی از طرف ما مأمور شد تا به صنعت نفت بره و با اعتصابیون صحبت کنه. قرار گذاشتن به اندازه مصرف داخلی سوخت تولید کنن. این طرف دکتر بهشتی و چند نفر دیگه با کمک بازاری‌ها تشکیلاتی را انداختن تا سوخت و مایحتاج مردم عادلانه بین مردم تقسیم بشه. اونها کارتایی رو چاپ و بین مردم پخش کردن. حالا دیگه هر کسی با کارتی که داشت میدونست که سهمی از سوخت و مایحتاج اولیه رو داره. همین کارت‌ها صف‌های طولانی رو از بین برد و طرح فشار اقتصادی بختیار هم شکست خورد. در عوض پیام‌های امام کار بختیار رو هر روز سخت‌تر می‌کرد. امام در پیامی که 22 دی ماه داد اعلام کرد هر نوع همکاری با این دولت غاصب به هر شکل و به هر نحو شرعاً حرام و قانوناً جرمه. باید از اطاعت وزرای غاصب سرپیچی کرد و در صورت امکان اونا رو به وزارتخونه راه نداد. فردای اون روز اتفاق دیگه‌ای هم افتاد که شکست تلخی برای بختیار شد. بعد از همون ملاقات‌های اولش با شاه، به سران تاثیرگذار مطبوعات قول آزادی بی‌قید و شرط داده بود و از اونا خواسته بود تا دست از اعتصاب بکشن. بعد از اعلام کابینه هم مذاکرات و پیغام و پسخاما ادامه داشت. بختیار میخواست اعتصاب مطبوعات و رادیو تلویزیون رو بشکنه تا رسانه لازم رو برای تغییر بقیه شرایط به دست بیاره. بالاخره صبح 23 دی ماه اتفاقی که بختیار منتظرش بود افتاد. مطبوعات بعد از 60 روز دست از اعتصاب کشیدن. روزنامه ها منتشر شدند و روی کیوسک ها رفتند. اما همه در صفحه اولشون فرمانی رو از امام چاپ کرده بودند. این ایده بختیار هم شکست خورد و همه چیز به اسم امام تموم شد. اوضاع همینطور داشت سخت می شد. اون حالا فقط به این امید بسته بود که با رفتن شاه شرایط کمی تغییر کنه. شاه هم تصمیمش رو گرفته بود. سفیران انگلیس و آمریکا هم نظر موافق دولتشون رو به شاه اعلام کرده بودند. حالا فقط مونده بود تشکیل شورای سلطنت. شورایی که قرار بود در نبود شاه بر امور نظارت کنه. شورایی که کسی زیر بار عضویتش نمی رفت. اما بالاخره اعضای این شورا معرفی شدند و به جز تهرانی هیچ فرد غیر حکومتی این مسئولیت رو نپذیرفت. سید جلال الدین تهرانی منجم، اسلام شناس و نایب الطولیه آستان قدس بود، کسی که بختیار خیلی روی کمکش حساب کرده بود. حالا دیگه خبر رفتن شاه به اهالی کاخ و به بیرون درس پیدا کرده. صبح 26 دی ماه وقتی بختیار در مجلس منتظر گرفتن رأی اعتماد بود، شاه و فرح داشتن می‌رفتن سمت فرودگاه. من به عنوان پسر یکی از سرداران مشروطه و یکی از وفادارترین یاران رهبر بزرگ ملت دکتر محمد مصدق سوگند یاد می‌کنم. اگر به قیمت جانم و اعتبار و حیثیتم هم باشد، بگذارم که کشورم به سوی نابودی و زوال سوق داده شود. سوگند یاد می‌کنم که تا آخرین نفس با تجدید تنف و آنهایی که از خلقهای ایران و از پرچمی غیر از پرچم سرنگ سخن می‌گویند مبارزه کنم.
کمی طول کشید تا مجلس به بختیار رأی اعتماد بده. اما همین که تموم شد، خبرنگارا دور و برش رو گرفتن و تا توی حیاط دنبالش اومدن. بختیار هر طور شد اونا رو دست به سر کرد و از همونجا همراه رئیس مجلس با یه هلیکوپتر به فرودگاه مهرآباد رفت تا آخرین خواسته اعلیحضرت اجابت بشه. اون گفته بود میخواد با یه مراسم بدرقه رسمی ایران رو ترک کنه. بختیار که رسید شاه خیالش راحت شد، هرچند دیدن تیتر روزنامه اطلاعات شوکش کرده بود. روزنامه اطلاعات با بزرگترین تیتر در صفحه اول نوشته بود شاه رفت. این تیتر و نحوه انتشار روزنامه شاه و حسابی عصبانی کرده بود. اون با همین دلخوری جلوی خبرنگار تلویزیون اومد و آخرین صحبتاشو کرد. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. زمانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت کنم. خیلی زود خبر رفتن شاه به همه دنیا مخابره شد. در نوفلوشاتو ولوله ای افتاده بود. خبرنگارا جمع شده بودن و منتظر بودن ببینن عکس‌العمل امام چیه. امام پیامی داد که برای خبرنگارا ترجمه شد. Congratulating the brave nation of Iran for this victory. We have to consider that the victory will not only be the abdication of the dynasty, this dynasty, but also the end of the foreign domination, and this is more important than the destruction and eradication of the Pahlavi dynasty. پیام امام و اعلام این که میخواد به ایران برگرده، اوقات بختیار رو که حالا همه قدرت رو در دست خودش میدید حسابی مکدر کرد. نگرانی این که آیت الله میخواد چیکار کنه آرومش نمیگذاشت. با سید جلال تهرانی مشورت کرد و قرار شد سید جلال برای مذاکره به نوفلوشاتو بره، مخصوصا اینکه اربعین نزدیک بود و امام از مردم خواسته بود در اعتراض به دولت بختیار راهپیمایی کنند. امام گفته بود که این یه رفراندوم برای تعیین تکلیف مردم با دولت بختیاره. حالا بختیار نگران بود مبادا دیدار سید جلال با امام به بعد از اربعین بیفته. اما دقیقا همینطور شد. 29 دیماه از صبح زود مردم به خیابون انقلاب اومدن. عکس امامو رو دستشون گرفته بودن و علیه دولت بختیار شعار میدادن. ظهر همون روز وقتی جمعیت به بیشترین تعدادش رسید، قطعنامه‌ای خونده شد که یکی از بندهای اصلیش اعلام غیرقانونی بودن دولت بختیار بود. اما توی نوفلوشاتو سید جلال یکی دو روزی بود داشت تلاش میکرد تا با امام ملاقات کنه. امام گفته بود هیچ فرستاده‌ای رو که از طرف شاه باشه یا منصوب اون باشه نمیپذیره مگر استعفا بده. صبح فردای اربعین در نوفلوشاتو آیت الله اشراقی استعفای سید جلال تهرانی رو پیش امام برد و سید جلال تهرانی بالاخره به ملاقات امام رفت، در حالی که از شورای سلطنت استعفا داده بود و توی استعفاش غیر قانونی بودن شورای سلطنت قید شده بود. با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی خمینی دامت برکاتو مبنی بر غیر قانونی بودن آن شورا، آن را غیر قانونی دانسته کنارگیری کردم. این یعنی تموم شدن کار شورای سلطنت. برای همین دیدار سید جلال با امام فقط به چند جمله و یکی دو تا دعای خیر از امام تمام شده بود. دیدار سید جلال هم نتونست به بختیار کمکی کنه. راهپیمایی اربعین و استعفای سید جلال و خبر بازگشت امام تنها یک راهو پیش پای بختیار میگذاشت، راهی که امام اونو مدام به بختیار گوشزد میکرد و تو آخرین پیاماش خطاب به بختیار گفته بود اگه عاقل باشه استعفا میکنه، من بهش الان میگم که پشیمون میشی، شرافت ایلی خودت رو از دست نده، خراب نکن که در ایلت هم خراب میشی. بختیار در ایل بختیاری و در کوههای زاگرس به دنیا آمده بود.
پسر سردار فاتح و نوه دختری سمسام السلطنه بود. در همون ایل کودکی کرده بود. بعد یه معلم اومده بود و الفبا و چهار عمل اصلی رو یادش داده بود. بعد سردار فاتح پسرش رو فرستاده بود شهر کرد و بعد بیروت تا درس بخونه. دیپلمش رو توی مدرسه فرانسوی‌های بیروت گرفت. همین مدرسه اونو به فرانسه علاقمند کرد. اونقدر که برای ادامه تحصیل رفت سوربن. زن فرانسوی گرفت و جنگ جهانی دوم که شد علیه هیتلر جنگید. جنگ جهانی که تموم شد برگشت ایران. اون روز که خبر نخست وزیریش رو رادیو اعلام کرده بود، بلافاصله دو تا از پسرعموهاش خودشون رو رسونده بودن به کامرانیه، به خونه بختیار، تا اونو از این کار منصرف کنن. هرچه اونا سعی کردن بختیار رو به خاطر ایل و تبارش هم که شده از این کار منع کنن، نشد که نشد. یک ماه از اون دیدار که گذشت، بختیار تازه داشت میفهمید که خودشو در چه موقعیتی قرار داده. مخصوصا اینکه امام اعلام کرده بود که جمعه ششم بهمن به تهران میاد. به دنبال اعلامیه‌ای که امام صادر نمودند و در آن اعلام کردند که به زودی به ایران باز خواهند گشت، دیشب اعلام نهایی را نموده و بیان داشتند که جمعه شش بهمن به ایران خواهند رفت. این خبر بختیار و هواداراشو حسابی نگران کرده بود. برای همین خودش، آمریکایی‌ها و هوادارای سلطنت به شکل‌های مختلف به نوفل و شاتو پیغامی دادن که حضرت آقا صلاح نیست الان بیان. اگر سفرشون رو عقب بندازن بهتره. فایده‌ای نداشت. بختیار که حسابی ترسیده بود، اول باندای فرودگاه مهرآباد رو بست. گفت هواپیمای آیت الله اگر بیان تامین ندارن. بعد به شورای انقلاب و کمیته استقبال پیغام داد که حاضر به فرانسه بره و با امام ملاقات کنه. همین پیغام و پس کنفرانس دادن ها و بسته بودن فرودگاه بازگشت امام را به تأخیر انداخت. من تنها داشتم که فردا را در پیش ایرانی ها و همدوشگاهان ها مبارزه ادامه دهم و هر رنگی که اونها میبرن من هم با اونها باشم. لیکن دولت خائن از این امر مانع شد و همه فرودگاه‌های ایران را بست و من پس از باز شدن فرودگاه‌ها بلافاصله خواهم رفت. وضعیت به همین ترتیب سپری می شد تا اینکه 8 بهمن خبری منتشر شد که به ماجرای ملاقات بختیار با امام فیصله داد. روزنامه ها نوشتند امام تنها در صورت استعفای بختیار اونو میپذیره. فردای اون روز فرودگاه ها باز شد و بختیار اعلام کرد آیت الله خمینی میتونه به ایران برگرده، اما اگر از من بخوان که استعفا بدم جواب من نه. لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها باز. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه. ولی همونطور که گفتم آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت و بنده از ایشون خواستم که یه فرصتی بدهند تا ما بر اوضاع مسلط داشت. نهاز هر وقت خواستن بیان میتوانند تشریف بیان، ولی تشریف آوردن ایشان یا هر کس نبایستی به این شرط باشه که بنده استعفا بدم و از پست قانونی و از سنگر قانونی جدا بشم. من یک برنامه را اجرا کردم که خود آیت الله اینقدر انتظار نداشت در یه مدتی به این کوتاهی که شما اشاره کردید. چه از من میخواهدن؟ هیچ. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه میدهند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخواهم نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم و تمام هم. استقبال بی‌نظیری که مردم از امام کردن و از سخنرانی امام توی بهشت زهرا که گفت من تو دهن این دولت میذارم کار بختیار رو یک سره کرد. مخصوصا اینکه 4 روز بعد امام
در حکمی مهندس بازرگانو به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی معرفی کرد. بختیار که اصلا دوست نداشت ژست شکست خورده ها رو به خودش بگیره اعلام کرد دولت موقت رو تا شوخیه بیپذیره. اما هرچه گذشت شرایط سخت‌تر می‌شد و اون مجبور می‌شد پله پله عقب نشینی کنه. مردم فقط استعفای اونو می‌خواستن. عملاً کشور از مدرسه علوی داشت کنترل می‌شد، نه از کاخ نخست وزیری. حکومت نظامی نتیجه نمی‌داد. کار تموم شده بود. صبح 22 بهمن وقتی بختیار برای تصویب یکی دو لایحه به مجلس سنا رفت، از گوش و کنار شهر صدای گلوله و انفجار میمد. توی مجلسم یکی دو تا از نماینده ها ازش خواستن استعفا بده. نزدیک ظهر وقتی بختیار به هر سختی بود از سنا خودش رو به نخست وزیری رسوند، ساختمان خلوت بود، اما نهارش روی میز حاضر بود. رفت و پشت میز نشست. هنوز یکی دو لقمه از نهارش رو نخورده بود که افسر گارد اومد و تو گوشش گفت جناب نخست وزیر بهتره هر چه زودتر اینجا رو ترک کنید. این پایان دولت 37 روزه بختیار بود. حالا بختیار توی خونه تحت مراقبتش نزدیک پاریس منتظر بود تا این یکی دو روز آخر بگذره و طبق نقشه اون در ایران کودتا بشه و بتونه برگرده و همه شکست هایی که از انقلابیون خورده رو جبران کنه. تلخی روزهای آخر و قایم شدن توی خونه این و اون و فرارش از ایران و با شیرینی یک پیروزی برای همیشه فراموش کنه. از همه مهمتر دوباره نخست وزیر بشه. اون یک سال و نیم پیش وقتی فرار کرد و به فرانسه رفت، در جمع خبرنگارا اعلام کرد مبارزه برای تشکیل یک رژیم دموکراتیک رو آغاز کرده. اون روز که بختیار اینو اعلام کرد، کسی در ایران حرفش رو جدی نگرفت. تا 16 تیر ماه 1359 که با تیز هوشی ارتشی های انقلابی اسرار یک کودتای دقیق و حساب شده فاش شد. همه ی عوامل فوری دستگیر شدند و در اولین اعترافاتشون معلوم شد که بختیار پشت این کودتا بوده. یعنی جریان اصلا تر به این صورت بود که عملیات داخل با عراق هماهنگی شده بود و در خارج از کشور یک نماینده دولت عراق داره نزد بختیار و بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق که اینا با هم دیگه کارهای هم دیگه رو هماهنگ میکنن. در داخل هم مسئول هماهنگی سرهنگ بنی عامری یا احسان بود. 260 از اینا گرفته شده، یه تعداد از اینا هم فراری هن و ممکنه تعدادی هم دستگیر بشن. کسی نمیدونه که 16 تیر ماه 1359 یعنی دو روز مونده به اجرای کودتا، وقتی به بختیار خبر دادن که کودتا لو رفته چه حالی شد و چی کار کرد. اما دو ماه بعد وقتی 30 شهریور ماه هواپیمای عراقی بختیار رو از پاریس به بغداد آورد، خبرنگارای فرانسوی بو بردن و منتظر شدن تا برگرده و توضیح بده که چرا در اولین هفته حمله عراق به ایران توی بغداد بوده و چه معامله‌ای با صدام کرده. تازه معلوم شد که بختیار چه کینه‌ای از امام و انقلاب داره و حاضر براش هر کاری بکنه. بختیار سال 1359 از یک ترور جون سالم به در برد و بعد از اون تحت مراقبت شدید نیروهای امنیتی فرانسه زندگی میکرد و همچنان سودای نخست وزیری و بازگشت به ایران رو داشت تا اینکه بالاخره در 15 مرداد 1370 در همون خونه تحت مراقبتش به طرز مشکوکی به قتل رسید.